شما شنونده رادیو صدای کردهای مقیم امریکا برای دموکراسی، صلح و آزادی هستید. سرزمین مادریم کجاست؟ من اینجا غریبم، ایلم را گم کردم، در پیانهایم از غربتی به غربتی دیگر. از سرزمین مادری من ما را کوچاندند به اجبار، به کجا نمیدانم. من اینجا غریبم، از سرزمین مادری من ما را کوچاندند. کردهای خراسان بخشی از مردمان کرد در خاورمیانه بزرگ که پراکندگی آنان در منطقه شمال خراسان بزرگ است. مردم کردتبار منطقه خراسان بنا به منابع و اسناد تاریخی از نوادگان کردهایی هستند که در زمان شاه عباس از منطقه باختری دریاچه ارومیه به این نواحی کوچانده شدند. دکتر افراسیاب شیفته می نویسد طوایف و ایلات کرد در زمان شاه عباس صفوی در حدود سال 1598 میلادی و یا به روایتی در سال 1602 میلادی از مناطق حدوداً مابین غرب دریاچه ارومیه، اطراف دریاچه وان و جنوب رودخانه ارس به منطقه خراسان در شمال شرقی ایران کوچانده شدند. آنان به خراسان فرستاده شدند تا در مقابل حملات بی‌امان جنگجویان ازبک ایستاده و از ایالات شمال شرقی ایران دفاع کنند. ایشان می‌نویسند کردها که به طور طبیعی انسان‌های قدرتمند و سلحشوری هستند، جنگجویان ازبکی را به عقب نشینی مجبور کرده و منطقه اشغالی و تصرف شده شمال خراسان را از دست ازبکان مهاجم باز پس گرفتند و در آنجا به عنوان ملک و سرزمین حقیقی و حقوقی خود و با تنفیذ و تشویق شاه عباس صفوی حالتی شبیه به خودگردانی در منطقه را به وجود آوردند، در آنجا اسکان پیدا کردند و به عنوان خط دفاعی مرزی و حافظان امپراتوری ایران در آن سرزمین ماندند. پروفسور اسماعیل حسین زاده بوانلو، استاد دانشگاه در امریکا، درباره مهاجرت کردها به خراسان نوشته است: مهاجرت کردها به خراسان عمدتاً در زمان حکومت شاهان صفوی و به منظور دفع تجاوزات مکرر ازبک‌ها و مغول‌ها و ترکمن‌ها به کرانه‌های شمال شرقی ایران صورت گرفته است. این مهاجرت که در اواسط قرن دهم هجری قمری، یعنی از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب شروع شده بود، در اواخر این قرن و اوایل قرن 11، یعنی در زمان حکومت شاه عباس به اوج خود رسید. چه در این زمان بود که ازبک‌ها نه تنها مشهد را تسخیر کرده و خراسان را میدان تاخت و تاز خود قرار داده بودند، بلکه نواحی شاهرود، دامغان، سمنان، ورامین، کاشان و عراق را هم زیر پا گذاشته بودند. ایشان می نویسند مهاجرت و مقابله به موقع کردها، مخصوصا مبارزات رزمندگان دو ایل بزرگ و معروف زعفرانلو و شادیلو، باعث جلوگیری از پیشروی بیشتر ازبک‌ها شده و پس از مبارزات خونین و فراوان سرانجام موجبات بیرون راندن ازبک‌ها را از ایران فراهم آوردند. فصلنامه خراسان پژوهی نیست در مورد زمان و دلیل کوچ اجباری کردها از غرب به شرق ایران می نویسد مهاجرت تاریخی کردها به فرمان شاه عباس صفوی در حدود 1007 هجری قمری آغاز شد. طی آن 40,000 خانوار از کردهای غرب کشور جهت حفاظت و حراست از مرزهای شمال شرقی که گاه و بیگاه توسط اقوام ترک و به ویژه از ازبک مورد تهدید قرار می گرفت به این منطقه کوچ داده شدند. کردهای مهاجر در سرحدات شمال شرقی استقرار یافتند تا دیوار انسانی و سپر بلایی باشند در مقابل هجوم ازبک‌ها به قلمرو داخلی و بخصوص به مرکز امپراتوری ایران عصر صفوی.
صالح ملا عمر عیسی نیز نوشته است شاه عباس اول 150 هزار نفر کرد را به خراسان نقل مکان داد تا در مقابل تجاوز بیگانگان از مرزهای ایران دفاع نمایند. علت آن نیز این بود که در جنگیدن با دشمنان متجاوز از شجاعت خاصی برخوردار بودند. کلیم الله توحدی مؤلف چند جلد کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان در مورد زمان و دلیل آورده شدن کردها به خراسان می نویسد کردهای کرمانج خراسان که در اوایل دولت صفوی برای جلوگیری از تاخت و تاز ترکمانان و ازبکان به مرزهای شمال ایران انتقال داده شدند تحت عنوان سه ایل بزرگ زعفرانلو، شادیلو و قراچولو قرار دارند. ایشان همچنین اشاره می کنند که از زمان شاه اسماعیل صفوی کردها به ویژه قرامانلوها به طور پراکنده برای دفاع از مرزهای خراسان به این دیار آسیب دیده آورده شدند و بعدها جانشینان شاه اسماعیل هم سیاست انتقال کردها به خراسان را ادامه دادند. جاناتان رندل نیز در خصوص مهاجرت کردها به خراسان می نویسد شاه عباس اول به این جریان یعنی مهاجرت کردها شتاب بخشید. کردهایی بودند که از زادگاه خود کنده شده به شرق فرستاده شدند. نخست به آن سوی مرز آذربایجان، سپس به خراسان در مقابل ترکمانان که هنوز هم همانجا مانده اند، یعنی 1000 مایل دور از زادگاهشان. به این ترتیب صفویه قبایل سرکش کرد را از مرزهای غربی خود کندند و شگفتا آنها را به پاسداری از دیگر مرزهای آشفته کشور گماشتند و سایر قبایل کرد را مناطق دورتری فرستادند به هندوکش در افغانستان و بلوچستان امروز. جمعیت کردها به دلیل عدم وجود آمار دقیق چه در ایران و چه در منطقه نامشخص است. بعضی از آمارها از حدود 800 هزار نفر و بعضی از آمارها جمعیت کردها را تا 2 میلیون در منطقه خراسان رقم می‌زنند که حدوداً 60% آنها در روستاها، 35% آنها در شهرها و 5% نیز به صورت عشایر در حال ییلاق و قشلاق هستند. تقریباً تمامی آنها به لهجه کرمانجی و زبان لهجه کرمانجی کردی تکلم می‌کنند و با این که در حدود بیش از 400 سال از سرزمین مادری خود کردستان بزرگ جدا شده اند، هنوز خود را کرد می دانند. مهمترین شهرهای مناطق کردنشین در خراسان شمالی شامل قوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین، چناران، فاروج، باجگیران، آشخانه، درگس، کلات، لاین، جوین، مانه و سملقان، راز و رادکان می باشند. بیشتر و یا تقریبا قریب به اتفاق روستای تا به این شهرستان ها نیست کردنشین هستند که معمولا در آن به کشاورزی و دامپروری مشغولند. تقریبا کردهای خراسان بیشتر در مناطق شمال خراسان سکونت دارند، از راز و جرگلان بجنور تا آن سوتر، از کلات نادر در طول مرز جغرافیایی با کشور ترکمنستان و از این سوی تا نیشابور، سبزوار، مشهد و چناران پراکنده هستند. برای شناخت بهتر وضعیت کردهای خراسان مصاحبه‌ای با یکی از نوادگان طایفه شادلو که از کردهای مقیم خراسان بودند ترتیب داده ایم. سن شنونده، مقدمه‌ای که خدمت شما عرض شد بهانه‌ای بود برای مصاحبه با سرکار خانم ثریا شادلو. همانطور که از نام خانوادگی ایشان پیداست، ایشان از نوادگان یکی از طوایف بزرگ کرد یعنی کردهای شادلو هستند که در مناطق شمال شرقی ایران و خراسان کنونی سکونت دارند. مهاجرت ایشان این بار نه از کردستان به خراسان که از خراسان به امریکا و به شهر لس آنجلس می باشد. پیشاپیش باید از خانم ثریا فلا برای این مصاحبه کوتاه تشکر کنیم. خانم ثریا شادلو از نوادگان یار محمد خان شادلو سهام الدوله و حیدر قلی خان شادلو سهام الدوله سردار کل خراسان در دوره ناصرالدین شاه هستند که همانطور که خدمتتان عرض شد ایشون در حال حاضر مقیم لس آنجلس هستند.
با سلام سرکار خانم شادلو، با تشکر از قبول مصاحبه با رادیو صدای کردهای مقیم امریکا، این مصاحبه در رادیو پخش و در وبسایت چاپ خواهد شد. چند سوال زیر را به شما پیشنهاد می کنم، هر جا دوست داشتین میتونین جواب ندین یا جواب بدین. خانم شادلو، شما از نوادگان یار محمد خان شادلو سهام الدوله و حیدر قلی خان کرد شادلو سهام الدوله سردار کل خراسان در دوره ناصرالدین شاه هستید. خوشحال میشم اگر اطلاعاتی در مورد خانواده خود دارید برای شنوندگان ما ذکر نمایید و اگر اطلاعاتی دارید به ما بفرمایید. کردهای شادلو در اصل در کدام مناطق کردستان زندگی کردند و کی و چگونه به مناطق شمال شرقی ایران و خراسان کنونی مهاجرت کردند؟ خواهش میکنم. با تشکر از مصاحبه‌ای که ترتیب دادید، کاملا درست است. من از نوادگان یکی از توایف بزرگ کرد شادلوها که از سردارهای کل خراسان بودن هستم. در چند جلد کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان به طور وضوح شرح داده شده است. چنان که می دانید کردهای شادلو از شمال کردستان تا قفقاز امتداد دارند و بر اساس برخی سیاست ها در زمان رضا شاه به خراسان کوچانده شدند. مختصرا بگویم که من با اجداد کرد خود افتخار میکنم، به خصوص که آنها موجب برقراری صلح و آرامش در پهنای خراسان بزرگ شدند. خانم شادلو، در مورد موسیقی آواز کردی خراسان و نقش اون در انتقال فرهنگ کردی به فرزندانتان صحبت کنین. آیا شما با موسیقی کردی آشنایی دارید؟ بله، کردهای خراسان برای تقویت روحیه افراد خسته و جنگجو و آرامش خانواده در مواقع مختلف از موسیقی هیجان انگیز کردی استفاده می کردن. موسیقی و آواز کردهای خراسان یکی از منابع غنی و ارزشمند موسیقی و آواز ایران است. کردهای خراسان از طریق موسیقی و آواز بخشی از تاریخ و فرهنگ خود را به فرزندان و نسل‌های بعد از خود منتقل نمودند. به اخلاف آنان با این موسیقی هنوز هم سرمست می شوند. من شخصا عاشق موسیقی کردی هستم. خانم شادلو، تجربه شما و خانواده تان در زمینه زبان چیست؟ تا چه اندازه زبان کردی در خانواده و یا در میان فامیل و اقوام شما مورد استفاده قرار می گیرد؟ و اگر این زبان و استفاده آن کم شده است، مردم کرد شمال و شمال شرقی ایران با چه زبانی با هم مراوده می کنند؟ همینطور که می دانید زبان کردها در منطقه خراسان در طی 400 سال وندی که از کوچ اجباری آنان گذشته است کاملا تغییر کرده است. با این حال کردهای خراسان و شمال ایران هنوز خود را کرد می دانند و بعضا به زبان کردی خراسانی صحبت می کنند. اما چنان که می دانید با تسلط فرهنگ عمومی کشور و تشکیل مدارسی که فقط درس‌ها با زبان فارسی بود و کردها هم به زبان فارسی و هم به زبان کردی صحبت می‌کنند. خوشحالم که برای شنوندگان شمعه‌ای از تاریخ کردهای خراسان را بازگو کردم. خیلی از لطف شما متشکرم. روز خوبی داشته باشید. منم همینطور خیلی از شما متشکرم که با من مصاحبه کردید. خواهش میکنم، جای افتخار داره برای ما. خیلی از شما متشکرم. نرمان دگرمشن گریه برخان خواه جان دبارشن هم دل هفت و عزیز جان قطنا به جن حواله جا شپه ارمان سر ساوی سر ساوی ارزنگ هوا جان وریم رانه بکن به
عزیز جان درد بلا به هوانه.